استادان بسیار زندگی های بسیار نوشته دکتر برایان ال وایس ترجمه زهره زاهدی با صدای هلیا مقصودی قسمت دوم تا جلسه بعد سه هفته فاصله افتاد من در طول مرخصیم در حالی که روی ماسه های سواحل استوایی دراز کشیده بودم هم به قدر کافی فرصت داشتم و هم به قدر کافی از کاترین دور بودم که بتوانم درباره آنچه توسط او فاش شده بود تعمق کنم. گذر به زندگی های گذشته از طریق هیپنوتیزم با مشاهده و توضیح موضوعات و وقایع همراه با جزئیات وقایعی که او هرگز در زندگی طبیعی و در حالت بیداری از آنها اطلاعی نداشت. بهبود علائم از طریق بازگشت به گذشته بهبودی که اندکی از آن هم در طول 18 ماه درمان به وسیله روان درمانی های متداول انجام نشد. با تن لرزان افشای حقایقی از مراحل روحانی پس از مرگ. منتقل کردن دانشی که او هیچ گونه دسترسی به آن نداشت. اشعار و درس های معنوی درباره بود های مختلف پس از مرگ درباره زندگی و مرگ تولد و تولد دوباره درباره ارواح استادی که با دانش و روشی کاملا ورای توانایی های کاترین حرف میزدند. موضوع: برای تفکر بسیار بود. در طول سالها من صدها و شاید هزاران بیمار روانی را درمان کرده بودم و آنها طیف کاملی از اختلالات عاطفی و احساسی را نشان داده بودند. سرپرستی واحد بیماران بستری را در چهار دانشکده بزرگ پزشکی به عهده داشتم. سالها در بخش اورژانس، کلینیک بیماران سرپایی و مراکز مختلف دیگر بیماران سرپایی را ارزیابی و درمان کرده بودم. درباره هزیانهای شنیداری و دیداری و توهم بیماران شیزوفرنی اطلاعات جامعی داشتم. بیماران زیادی را با علائم مشخصه بینابینی و ویژگی های اختلالات هیستریک شامل بیماران دو شخصیتی و چند شخصیتی مداوا کرده بودم. یک مدرس حرفه‌ای در زمینه اعتیاد به مواد مخدر و الکل در انستیتو ملی اعتیاد به مواد مخدر بودم و با اثرات ناشی از مخدر و دارو بر مغز آشنا بودم. کاترین دارای هیچ یک از این علائم و ویژگی ها نبود. آنچه بروز کرده بود تظاهر یک بیماری روانی نبود او بیمار روانی نبود ارتباطش با واقعیت قطع نشده بود و هرگز دچار هزیان دیدن یا شنیدن چیزهایی که واقعیت ندارند یا اوهام و باورهای کاذب نشده بود مواد مخدر مصرف نمی کرد. هیچ خصوصیت پیچیده ای نداشت. شخصیت جنونآمیز نداشت و هیچ نوع به گسستگی و انزوا نداشت. معنیش این است که عموماً از آنچه فکر می کرد و انجام می داد آگاه بود. اعمال ناگهانی و خود به خودی انجام نمی داد. و هرگز خصوصیت دو شخصیتی یا چند شخصیتی نداشت. موضوعاتی که از او میتراوید چه از نظر شیوه و چه از نظر محتوا و مفهوم ورای توانایی های آگاهانه او بود. برخی از آنها مشخصا روحی بود. مانند عطف دادن به رویدادها و حقایق مشخصی از زندگی گذشته من یعنی دانشی که درباره پدر و پسر من وجود داشت یا زندگی خودش او دانشی داشت که در زندگی فعلیش هرگز نه به آن دسترسی یافته بود و نه اندوخته بود این دانش و نیز مجموعه این تجربیات با فرهنگ و نحوه پرورش او بیگانه بود و با بسیاری از اعتقادات او مقایرت داشت. کاترین شخصی نسبتاً ساده و صادق است. او محقق نیست و نمی توانست است این واقعیات، جزئیات، رویدادهای تاریخی، توصیفات و شعری را که از طریق او منتقل میشد از خود درآورده باشد. من به با عنوان یک روانپزشک و یک دانشمند اطمینان داشتم که این مطالب از بخشی از زمیر ناخداگاهش سرچشمه می گرفت. این مطالب بی هیچ تردیدی واقعی بود. حتی اگر او هنر پیشه ماهر بود نمی توانست این رویدادها را از نو به وجود آورد. این دانش بسیار دقیق و بسیار خاص بود و ورای ظرفیت او قرار داشت. درباره جنبه های درمانی کشف زندگی های گذشته کاترین فکر کردم. به محض اینکه اتفاقا پا به این قلم رو به جدید گذاشتیم بهبود او بدون دخالت دارو به سرعت اتفاق افتاده بود در این قلم رو نیروی شفا بخشی قوی وجود دارد نیروی آشکارا نیرومندتر و بسیار موثرتر از روان درمانی های متداول و داروهای مدرن این نیرو نه تنها شامل به یاد آوردن رویدادهای تکان دهنده مهم و خطیر است بلکه یادآور اهانتهای های روزمره است که نسبت به جسم ذهن و خود ما انجام می گیرد. همچنان که ما زندگی های متعدد را بررسی می کردیم، من با طرح سوالاتم به دنبال الگوی این اهانت ها می گشتم. الگوهایی مانند سو های مزمن عاطفی یا جسمانی، فقر و گرسنگی، بیماری و معلولیت، آزارهای مداوم و پیشداوری ها. شکست های مکرر و از این قبیل. همچنین گوش به زنگ وقایع قمنگیز و دلخراشتر دیگری هم بودم. وقایعی مانند تجربه تکان دهنده یک مرگ، تجاوز، مصیبت جمعی یا هر رویداد هولناک دیگری که ممکن است جای پای دائمی از خود به جای گذارد. تکنیک این کار شبیه به تکنیک بررسی دوران کودکی در درمانهای متداول بود. با این تفاوت که چارچوب زمانی به جای ده پانزده سال معمولی چندین هزار سال بود. لذا سوالات من مستقیم تر، و جهت دهنده تر از سوالات مطروحه در درمانهای متداول بود. اما موفقیت کشفیات غیر متعارف ما نگفتنی بود. او و کسان دیگری که بعدها به کمک هیپنوتیزم و سفر به گذشته درمانشان کردم با سرعتی خارق العاده درمان می شدن. اما آیا توضیح دیگری هم برای خاطرات زندگی های گذشته کاترین وجود داشت؟ آیا ممکن بود این خاطرات از طریق جنها به او منتقل شده باشند؟ این امکان از نظر علمی بعید است. خاطرات انتقالی از طریق وراست نیازمند کانالهای قطع نشده موضوعات موروسی از نسلی به نسل دیگر است. کاترین در سراسر کره زمین زندگی کرده بود و خط وراست او دائما قطع شده بود. او به همراه فرزندش در سانهه سیل کشته شده بود. گاهی بدون فرزند بود. گاهی در جوانی مرده بود. مخزن توارث او به ته رسیده و میراسی منتقل نشده بود. ادامه حیات او پس از مرگ و در مرحله میانی چه؟ در آن جسم یقینا عامل وراستی وجود نداشت و با این حال خاطراتش ادامه میافت. نه، توضیح ژنتیکی را باید کاملا کنار گذاشت. نظریه ناخداگاه جمعی یونگ چه؟ منبعی که همه تجارب و خاطرات انسان ها در آن جمع می شود و می تواند در آن نفوذ کند. فرهنگ های متفاوت معمولاً حاوی سمبول های یکسان هستند حتی در رویا. طبق نظریه یونگ زمیر ناخداگاه جمعی به طور فردی به دست نمی آید. اما در ساختمان مغز به ارث می رسد. این ناخداگاه شامل انگیزه ها و تصوراتی است که به شکلی جدید در هر فرهنگ ظاهر می شود. فکر کردم خاطرات کاترین خواستر از آن است که آن را بتوان با مفهوم نظریه یونگ توضیح داد. او سمبول ها و تصورات جهانی را آشکار نمی کرد. او توصیفات مفصلی از اقوام و اماکن خاص ارائه می کرد. نظرات یونگ به نظر مبهم و نامعلوم می رسید. و مرحله میانی هنوز در خور تعمل بود. روی هم رفته نظریه بازگشت به جسم از همه بیشتر معنا داشت. دانش کاترین نه تنها خاص و با شرح و تفصیل بود بلکه همچنین ورای ظرفیت آگاهی او بود. او چیزهایی میدانست که نمیشد از کتابی جمعآوری کرد و سپس موقتا فراموش کرد این دانشی بود که ممکن نبود در کودکی آموخته باشد و بعد به طریقی در زمیر خداگاهش سرکوب شده باشد و تازه استادان و پیامهایشان چه این پیام ها از طریق کاترین می رسید اما نه از درون خود او. و خرد این پیام ها همچنین در خاطرات زندگی های گذشته کاترین باستاب یافته بود. من می دانستم که این اطلاعات و پیام ها حقیقت داشت. من این را نه تنها از طریق سالها مطالعه دقیق مردم دریافتم مطالعه ذهنشان، مغزشان و شخصیتشان بلکه حتی پیش از ملاقات با پدر و پسرم درونن این را می دانستم. مغزم علا رقم سالها آموزش دقیق علمی این را می دانست. استخانهایم این را می دانست. کاترین علا رقم سه هفته وقفه به سرعت به خواب عمیق فرو رفت. او در جسم دیگر و در زندگی دیگر گرفتار شده بود. کوزه هایی می بینم که داخلشون نوعی روغنه. توی این کوزه ها روغنای مختلفی هست. اینجا شبیه یه انباره یا جایی که مردم چیزهاشون رو در اونجا ذخیره میکنن. کوزه ها قرمزن از نوعی گل سرخ رنگ ساخته شدن. دورشون یه نوار آبیه. نواری دور دهانه کوزه. در اونجا مردهایی میبینم مردهایی توی قارن. اونا کوزه ها و دیک ها رو جابجا جا میکنن. اونا رو انبار میکنن و جای مخصوصی قرار میدن. موهاشون تراشیده است. روی سرشون هیچ مویی ندارن. پوستشون قهوه‌ایه. تو هم اونجا هستی؟ بله. من دارم کوزه ها رو با نوعی موم مهر موم میکنم. سر کوزه ها رو میبندم. میدونی این روغنا به چه درد میخورن؟ نمیدونم. خودتو میبینی؟ به خودت نگاه کن. به من بگو چه شکلی داری. مکس کرد تا خودش را تماشا کند. گیست دارم. موهام بافته است. یه جور لباس بلند تنمه. دور تا دورش حاشیه طلایی داره. آیا تو برای این کاهن ها کار می کنی؟ شغل من اینه که دهنه کوزه ها رو با موم ببندم. این کار منه. اما نمیدونی این کوزه ها به چه مصرفی می رسن؟ ظاهرا از اونها در یک مراسم مذهبی استفاده میشه. اما درست نمیدونم. برای تطهین روغن مالی سر چیزی برای سر و دست یه پرنده میبینم یه پرنده طلایی دور گردنمه پهنه یه دم پهن هم داره دم خیلی پهن با سر به پایین به پام اشاره میکنه به پات بله همین جور باید به گردن انداخت یک چیز سیاه رنگ چسبناک هم هست نمیدونم چیه توی یک ظرف مرمریه از اونم استفاده میکنن اما من نمیدونم برای چی آیا در این غار چیزی وجود داره که بخونی؟ بتونی به من بگی اسم این کشور، محل زندگی تو یا تاریخ چیه؟ روی دیوارا چیزی نیست. دیوارا خالی اسمش اسمشو نمیدونم. او را در زمان به جلو بردم. یک کوزه سفیده. دستگیره بالاش تلاست. داخلش چیه؟ نوعی مرهم روغنی. ارتباطی با سفر به دنیای دیگه داره. آیا تو کسی هستی که داره به دنیای دیگه سفر میکنه؟ نه. من نمیشناسمش. اینم شغل توه که مردم رو برای این سفر آماده کنی؟ نه، کاهن این کار رو میکنه نه من. ما فقط براشون مرهم و بخور درست میکنیم. الان چند سالته؟ شونزده سال. با پدر و مادرت زندگی میکنی؟ بله، در یک خونه سنگی خیلی بزرگ نیست، خیلی خشک و داغه. آب و هوا خیلی داغه. به خونت برو. الان تو خونه. از افراد خونوادت کسی رو میبینی؟ یه برادر میبینم. مادرم همونجاست و یک نوزاد. نوزاد کس دیگه ای. الان چه چیزی خاصه؟ به طرف موضوع خاصی برو که بتونه علائم بیماری در زندگی فعلیت رو توضیح بده. ما باید بدونیم. از تجربه کردنش نترس. به طرف اون اتفاق برو. با صدای نرمی نجوا کرد. همه چیز به موقع است. مردم رو میبینم که دارن میمیرن. نمیدونن دلیلش چیه. بیماری ناگهان به ذهنم رسید که او دوباره در یک زندگی باستانی قرار دارد. همان زندگی که اخیرا به آن بازگشته بود. در آن زندگی بلایی که شش در آب بود، پدر و یکی از برادران کاترین را هلاک کرده بود. کاترین هم بیمار شده بود اما در اثر آن نمرده بود. مردم برای درمان و دور کردن بلا از سیر و گیاهان دیگر استفاده کرده بودند. کاثری ناراحت بود چون مرده ها باید تدهین و مومیایی می شدند. اما حالا از یک زاویه دیگر به آن زندگی رسیده بودیم. پرسیدم مرگ مردم ربطی به آب داره؟ اونا اینطور فکر میکنن. خیلی ها دارن میمیرن. من از هم پایان ماجرا را میدانستم. اما تو نمیمیری. نه از این بیماری. نه. من نمیمیرم. اما تو بیمار میشی. بله خیلی سردمه خیلی سرد. به آب احتیاج دارم. اما اونا فکر میکنن مرض از آب و یک چیز سیاه میاد. یکی داره میمیره. پدر و یکی از برادرام میمیرن. مادرم حالش خوبه. بهبود پیدا کرده. خیلی ضعیفه. اونها باید افراد رو دفن کنن و مردم از این موضوع ناراحتن چون خلاف اعمال مذهبیه. کدوم عمل مذهبی؟ از صبات و سازگاری خاطراتش شگفت زده بودم. واقعیت بر اساس واقعیت دقیقا همانطور که وقایع زندگیش را چند ماه پیش گفته بود. دوباره این انحراف از مراسم تدفین مرسوم او را بسیار ناراحت کرده است. مردم رو داخل قارها قرار می دادن. جسدشون رو توی قار نگه می داشتن اما اول کاهنها باید جسدها را آماده می کردن. جسدها رو باید بپوشونن و روغن مالی کنن. اونا رو تو قارها نگه می داشتن. اما زمین داره در سیلاب غرق میشه. اونا میگن آب بده، آب نخوری. راهی برای مداوای اون وجود نداره؟ هیچ چیز اثر نکرده؟ به ما جوشونده داده بودن جوشونده های مختلف بو جوشونده من میشنوم این بو رو میشناسی؟ سفیده مردمون رو به سقف آویزون میکنن همه جا آویزونه خاصیتش مثل سیره بله خاصیتش اونو در دهان گوش بینی و همه جای آدما قرار میدن بو قویه اعتقاد دارند مانع ورود ارواح خبیسه به بدن انسان میشه. بنفش میوه یا یک چیز گرد با پوششی به رنگ بنفش با پوست بنفش آیا فرهنگی رو که در اون قرار داری میشناسی؟ به نظرت آشنا نمیاد؟ نمیدونم. آیا اون چیز بنفش یه جور میوه است؟ مازو. دوباره با خود تکرار کردم که بفهمم آیا منظور او همان چیزی است که ما به آن اسید تانیک یا تانن میگوییم اسمش همین بود مازو من همش میشنوم مازو چه چیزی از این دوره زندگی در زندگی فعلیت پنهان شده چرا دائم به این زندگی برمیگردی توی این زندگی چه چیزی اونقدر ناراحت کنند است. فوراً به نجوا گفت مذهب مذهب اون زمان مذهب ترس بود. ترس از چیزهای زیادی می ترسیدیم و خدایان زیادی داشتیم. چشم می بینم. یه چیز سیاه می بینم. یه جور شبیه شغاله اون توی یک مجسمه است. نگهبانه. یه زن میبینم یه الهه. نوعی کلاه خود سرشه. اسم اون الهه رو میدونی؟ اوسیریس. اوسیریسه. یک چشم میبینم فقط یه چشم. یه چشم روی یک زنجیر از طلا. هیتور کیه؟ هیتور اون کیه؟ هرگز اسم هیتور را نشنیده بودم. هرچند می اوسیریس اگر تلفظش درست باشد مادر شوهر آیسیس یکی از خدایان اصلی مصر باستان بود. بعدها فهمیدم هیتور الهه عشق لذت و خوشی است. پرسیدم یکی از الهه هاست؟ هیتور هیتور پرنده پهن پهن دوباره ساکت شد حالا پیش برو و به آخرین روز عمرت در اون زندگی برس به روز آخر عمرت برو اما پیش از مرگ و به من بگو چی میبینی با نجوایی بسیار آرام پاسخ داد مردم و امارت هایی می بینم. سندل می بینم. یک لباس زمخت. چه اتفاقی افتاده؟ به زمان مرگت برو. چی میگذره؟ میتونی ببینی؟ نمیبینم. دیگه خودم رو نمیبینم. کجا هستی؟ چی میبینی؟ هیچ. فقط تاریکی. حالا نوری می بینم. یه نور گرم. مرده بود و همکنون از مرحله روحانی عبور می کرد. آشکارا نیازی نداشت که مرگ نهایی خود را دوباره تجربه کند. دارم میرم. داشت در آرامش استراحت می کرد و دوباره منتظر بود. حالا میتونی به گذشته نگاه کنی و درس هایی رو که باید از اون زندگی می گرفتی مرور کنی. الان به اونها واقفی؟ نه. به انتظار ادامه داد. ناگهان هوشیار شد. با آنکه چشمهایش بسته بود همانطور که همیشه در حالت هیپنوتیزم بسته بود سرش به این طرف و آن طرف میچرخید. حالا چی میبینی؟ چه خبره؟ صدایش بلندتر شد. احساس می کنم کسی داره با من حرف می زنه. درباره شکیبایی حرف می زنه. انسان باید شکیبا باشه. ادامه بده. پاسخ از جانب استاد شاعر آمد. شکیبایی و زمانداری. هر چیز به وقتش خواهد آمد. زندگی را نمی شود تعجیل کرد. زندگی طبق برنامه هایی که بسیاری از مردم دلشان می خواهد پیش نمی رود. ما باید هر چرا که در وقتش به ما می دهند بپذیریم و بیشتر نخواهیم. اما زندگی ابدی است و ما هرگز نمی میریم. ما در واقع هرگز متولد نشده ای. ما فقط از مراحل مختلف می‌گذریم. پایانی نیست. انسانها ابعاد بسیار دارند اما زمان آن زمانی که ما فرض می کنیم نیست. زمان در درس است که یاد میگیریم. همه چیز به وقتش بر تو آشکار خواهد شد. اما تو باید فرصت داشته باشی دانشی را که تا کنون به تو داده ایم در خودت تحلیل ببری. کاترین ساکت شد. پرسیدم چیز دیگه هم هست که من باید یاد بگیرم. آهسته نجوا کرد رفتن صدایی نمیشنوم طی هر هفته لایه دیگری از ترسها و استراب های عصبی از کاترین کنده میشد هر هفته کمی آرام تر کمی نرم تر و کمی شکیباتر به نظر می رسید اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بود و افراد بیشتری به طرفش جذب می شدند. کاترین بیشتر احساس عشق می کرد و دیگران این عشق را به او پس می دادند. الماس درونی که نمایانگر شخصیت اصلی او بود با درخشش تمام متجلی بود تا همه ببینندش بازگشت به گذشته های کاترین از محدوده هزار ساله تجاوز می کرد. هر بار که به خواب ناشی از هیپنوتیزم میرفت هیچ نمی ریسمان حیاتش در کجا ظاهر خواهد شد. از قارهای ما قبل تاریخ تا مصر باستان تا عصر جدید همه جا بود و همه زندگی های او در جایی ورای زمان توسط استادان با مهربانی بازبینی شده بود. در جلسه امروز در قرن بیستم ظاهر شد اما نه در قالب کاترین. به نرمی نجوا کرد بدنه هواپیما و باند فرودگاه میبینم. نوعی باند فرودگاه. میدونی کجاست؟ چیزی نمیبینم. الساتیان. بله، الساتیان. در فرانسه؟ نمیدونم. فقط الساتیان. اسم فون مارکس رو میبینم. نوعی کلاه خود قهوه‌ای. یا کلاهی که عینک حفاظدار داره. گروه های نظامی نابود شدن. به نظر منطقه خیلی دور افتاده ای میاد. فکر نمی کنم این نزدیکی ها شهری باشه. ساختمان هایی می بینم که ویران شده. ساختمان هایی می بینم. این سرزمین به خاطر بمباران زیر و رو شده. ناحیه‌ای وجود داره که به خوبی استتار شده. تو مشغول چه کاری هستی؟ من به مجروحین کمک میکنم. دارن اونها رو از اینجا می برن. به خودت نگاه کن. خودت رو توصیف کن. چه لباسی پوشیدی؟ یه جور کت پوشیدم. موهام بوره چشمام آبیه کتم خیلی کثیفه زخمی های زیادی اینجا هستند. آیا تو برای کمک به زخمی ها دوره دیدی؟ نه حدوداً چند سال داری؟ سی و پنج سال خود کاترین بیست و نه ساله بود و چشمان اصلی داشت نه آبی. به سوالاتم ادامه دادم. اسمی هم داری؟ روی کتت چیزی ننوشته؟ روی کتم علامت بال هست. من یک خلبانم. به نوعی خلبانم. ناچارم با هواپیما پرواز کنم. چه کسی ناچارت میکنه پرواز کنی؟ پرواز جزو خدمت وظیفه منه. شغل منه. بمباران هم می کنی؟ ما یک تیرانداز در هواپیما داریم. نقش هم داریم. با چه نوع هواپیمایی پرواز می کنی؟ یک نوع هلیکوپتر. چهار پره داره و بالهاش ثابته. برایم جالب بود چون کاترین از هواپیما هیچ نمیدانست. نمیدانستم منظورش از بالهای ثابت چیست اما مانند درست کردن کره و تطهین اجساد او تحت تاثیر هیپنوتیزم صاحب مخزن وسیعی از اطلاعات بود تنها برشی از این دانش در اختیار زمیر آگاه روزمرهش قرار داشت خانواده ای هم داری اینجا نیستن. جاشون امنه؟ نمیدونم. نگرانم. نگرانم که برگردن. دوستام دارن میمیرن. نگرانی چه کسانی برگردن؟ دشمن، انگلیسی ها، نیروی هوایی آمریکا، انگلیسی ها. نام خانوادگیت یادت هست؟ یادمه. خیلی گیج کنند است. بیا در همین زندگی به عقب برگردیم. به زمانهای خوشتر قبل از جنگ. پیش از جنگ با خانوادت در خونه. میتونی ببینی. میدونم سخته اما میخوام که آروم باشی. سعی کن به خاطر بیاری. کاترین مکس کرد و سپس به نجوا گفت اسم اریک رو میشنوم اریک یک بچه موبور میبینم یه دختر دختر توه؟ بله باید مارگوت باشه همراه منه به پیکنیک رفتیم روز قشنگیه آیا غیر از مارگوت کس دیگری همونجا همراه تو هست؟ زنی رو میبینم با موهای قهوه‌ای که روی علف ها نشسته. همسر منه اونو نمیشناسم. این جمله را عطف به شناسایی افراد در زندگی فعلیش اضافه کرد. مارگوتو میشناسی؟ به مارگوت از نزدیک نگاه کن. ببین اونو میشناسی؟ بله ولی نمیدونم از کجا اونو از جایی میشناسم. یادت میاد. به چشاش نگاه کن. اون جودیه. جودی در حال حاضر بهترین دوست کاترین است. آنها در اولین دیدار بلا فاصله با هم جور شدند و دوستان واقعی شدند. مطلقا به یکدیگر اعتماد داشتند و پیش از به کلمه درآمدند از افکار و نیازهای هم با خبر بودند. بله جودیه شبیهشه مثل اون لبخند میزنه. خب این خوبه. آیا توی خونه خوشبختی یا مشکل داری؟ هیچ مشکلی ندارم. مکس طولانی بله بله زمان ناآرامیه در دولت آلمان یک مشکل عمیق وجود داره در ساختار سیاسیش خیلی ها میخوان در جهت های مختلف حرکت کنند این موضوع بالاخره ما رو چند پاره میکنه اما من باید برای کشورم بجنگم آیا به کشورت شدیداً علاقه مندی؟ من از جنگ خوشم نمیاد به نظر من کشتن خیلی اشتباهه اما باید به وظیفم عمل کنم حالا برگرد برگرد به همون جا که بودی کنار هواپیما روی زمین و بمباران و جنگ مدتی گذشته جنگ شروع شده انگلیسی ها و آمریکایی ها دارن اطراف تو رو بمباران میکنن برگرد به همون جا باز هم هواپیما رو میبینی؟ بله. آیا هنوز در مورد وظیفه و کشتن و جنگ همون احساس رو داری؟ بله. ما مفت میمیریم. چی؟ با نجوای بلندتری تکرار کرد. ما مفت میمیریم. مفت؟ چرا مفت؟ در این هیچ افتخاری نیست؟ در دفاع از سرزمین و عزیزانت هیچ افتخاری نیست؟ ما به خاطر دفاع از عقیده تعداد معدودی از اشخاص می میریم. حتی اگه اونا رهبران کشورت باشن؟ ممکن اشتباه کرده باشن؟ فوراً حرفم را قطع کرد. اونا رهبر نیستن. اگه بودن این همه کشمکش های داخلی در دولت وجود نداشت. بعضیا میگن اونها دیوونن. از نظر تو چه معنایی داره؟ دیوونه قدرت؟ ما همه دیوانه بودیم که به طرف اونا جسب شدیم. اجازه دادیم ما رو جسب کنن. دیگران رو بکشیم و خودمون رو از بین ببریم. هیچ کدوم از دوستانت زنده موندن؟ بله، هنوز بعضی هاشون زندن. آیا کسی هست که مخصوصاً بهش نزدیک باشی؟ جزو خدمه هواپیمات؟ آیا تیرانداز و نقش خونه هواپیمات هنوز زندن؟ اونا رو نمی بینم. اما هواپیمای من نابود نشده. باید دوباره باهاش پرواز کنم. ما باید عجله کنیم قبل از اینکه اونا برگردن. بقایای تجهیزات هوایی رو باید از روی باند برداریم. برو داخل هواپیما. نمیخوام برم. گویی میتوانست با من چانه بزند. اما برای اینکه از روی زمین بلندشی باید بری. نه بیمعنیه قبل از جنگ شغلت چی بود؟ یادت میاد؟ اریک چی کاره بود؟ در یک هواپیمای کوچیک فرمانده دوم بودم. یه هواپیمای باری. پس اون موقع هم خلبان بودی؟ بله. برای همین زیاد از خونه دور می شدی؟ بله. در زمان جلو برو. به پرواز بعدی آیا قادر به پرواز هستی؟ پرواز دیگه ای در کار نیست اتفاقی برات میافته؟ بله تنفسش سریع شد و سراسیمه شد او به لحظه مرگش رسیده بود چی شده؟ دارم از گلوله ها فرار میکنم گلوله ها هم قطارم و تیکه تیکه کردند. هیچ کس زنده نمیمونه. هیچ کس از جنگ جون به در نمیبره. من دارم میمیرم. تنفس سنگین شده بود. خون. همه جا پر خونه. در ناحیه سینه درد دارم. سینم تیر خورده و پام و گردنم خیلی درد دارم. او در رنج بود. اما به زودی تنفسهایش آرام گرفت عضلات صورتش شل شد و حالت آرامش به سراغش آمد آرامش مرحله انتقال را تشخیص دادم به نظر راحت میرسی تموم شد مکسی کرد و سپس به نرمی جواب داد شناورم از جسمم دورم جسم ندارم دوباره روحم خوبه استراحت کن زندگی سختی داشتی مرگ سختی رو گذروندی به استراحت احتیاج داری خودتو ترمیم کن از اون زندگی چی یاد گرفتی؟ درباره نفرت یاد گرفتم کشتن احمقانه نفرت گمراه شده مردمی که متنفرن و نمیدونن چرا وقتی در قالب مادی هستیم زشتی و خباست ما رو به سمت خودش میکشه. آیا وظیفه ای بالاتر از خدمت به کشورت وجود داره؟ چیزی که میتونست مانع بشه تو کسی رو بکشی حتی اگه به تو دستور داده باشن؟ وظیفه ای در قبال خودت؟ بله. اما دیگر شرح نداد. حالا منتظر چیزی هستی؟ بله منتظرم به مرحله تمدید قوا برم. باید صبر کنم. دنبالم میان. دنبالم میان. خوبه. دلم میخواد وقتی اومدن با اونا حرف بزنم. ما دقایق دیگری صبر کردیم. بعد ناگهان صدایش بلند و خشدار شد و شروع به صحبت کرد. فکر تو درست بود. این روش صحیح معالجه کسانی که در قالب مادی هستند. باید ترس رو در ذهن اونها ریشه کنی. تا وقتی ترس وجود داشته باشه، معالجه اطلاف نیروه. ترس اونها رو از اون چه به خاطر انجامش به زمین فرستاده شدن باز می داره. سر نخها رو از اطراف دریافت کن. اول باید اونها رو در سطحی بسیار بسیار عمیق قرار بدی. جایی که دیگه جسمشون رو احساس نکنن. بعد به اونها دسترسی پیدا می کنی. مشکلات فقط در سطح قرار دارن. در عمق روحشون جایی که عقاید ایجاد میشن میتونی به اونها دسترسی پیدا کنی. انرژی همه چیز انرژیه. انرژی بسیاری هدر میره. کوها درون کوها ساکته. در مرکزشون همه چیز آرومه اما مشکل در بیرونشون قرار داره انسانها فقط بیرون رو میبینن اما تو میتونی بسیار عمیق تر بری باید آتش فشان رو ببینی برای این کار باید به عمق درون راه پیدا کنی بودن در وضعیت مادی طبیعی نیست. وقتی که در مرحله معنوی قرار میگیری برات طبیعیه. وقتی که تو رو برمیگردونن مثل اونه که تو رو به جایی برگردونن که نمیشناسی. این برات بیشتر طول میکشه. در عالم روحانی باید صبر کنی و بعد بازسازی میشی. مرحله تمدید قوا وجود داره. این هم بعدیه مثل ابعاد دیگه و تو تقریبا در رسیدن به اون مرحله موفق شدی. این موضوع باعث حیرت من شد. چگونه توانسته بودم به مرحله تمدید قوا برسم؟ ساده لوحانه پرسیدم. تقریبا به اون مرحله رسیدم؟ بله تو بسیار بیشتر از دیگران میدونی بیشتر درک میکنی با اونها صبور باش اونها دانش تو رو ندارن ارواحی برای کمک به تو فرستاده خواهند شد اما تو کارت رو درست انجام میدی ادامه بده این انرژی نباید تلف بشه. باید از شر ترس خلاص بشی. این بزرگترین سلاحی خواهد بود که تو داری. روح استاد ساکت شد. درباره مفهوم این پیام باور نکردنی فکر کردم. میدانستم که با موفقیت داشتم از شر ترس های کاترین خلاص می شدم. اما این پیام مفهومی جهانی تر داشت. این چیزی بیشتر از تایید مؤثر بودن هیپنوتیزم به عنوان یک ابزار درمانی بود. شامل چیزی حتی بیشتر از گذشته درمانی بود که استفاده از آن روی تمام افراد امر دشواری بود. نه. میدانستم منظور این پیام ترس از مرگ است. ترسی که در عمق آتش فشان هر فرد وجود دارد. ترس از مرگ آن ترس تسبیت شده و پنهان که هیچ ثروتی و هیچ قدرتی نمیتواند آن را خونسا کند هسته اصلی همین است اما اگر مردم میفهمیدند که زندگی ابدی است که ما هرگز نمیمیریم ما در واقع هرگز متولد نشده ایم. آنگاه این ترس زایل می شود. اگر می دانستند که به دفعات زندگی کردند و به دفعات زندگی خواهند کرد چه اطمینانی می آفدند. اگر می دانستند که ارواحی در اطرافشان وجود دارند که به آنها کمک خواهند کرد و پس از مرگ به این ارواح خواهند پیوست از جمله ارواح درگذشتگان محبوبشان چه آسایشی میافتند. اگر میدانستند که فرشته نگهبان وجود دارد چقدر احساس امنیت بیشتری میکردند. اگر میدانستند که عمل خشونت و ظلم در قبال دیگران هم ثبت می شود و در زندگی دیگری ناچار خواهند شد تاوانش را بپردازند چقدر از میزان خشم و تمایل به انتقام جویی کاسته می شود؟ باید دانست تنها با دانش می شود به خدا رسید. تملک مادیات و قدرت چه سمری خواهد داشت در حالی که با مرگ فرد آنها هم تمام میشوند و برای رسیدن به خدا به درد نمی خورند. هرس و تمع و تشنه قدرت بودن به هر حال هیچ ارزشی ندارد اما چطور می شود این دانش را به مردم رساند اغلب مردم در کلیساها مساجد دیرها و معابد دعا می کنند دعاهایی که جاودان بودن روح را اعلام می کند با این حال وقتی زمان پرستش خدا به پایان می رسد به رقابت های همیشگی خود باز می گردند. تمع می کنند. سلط جو و خودمهور می شوند. این خصوصیات پیشرفت روح را متوقف می کند. لذا اگر ایمان کافی وجود نداشته باشد شاید علم به توانت کمک کند. شاید لازم باشد تجربیاتی که کاترین و من از سر گذراندیم مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند، تحلیل شوند و به طور مستقل و علمی توسط افرادی که در زمینه های رفتاری و سلوکی و همچنین رشته های علمی تعلیم دیدند گزارش شوند. با این حال در این لحظه نوشتن یک مقاله علمی یا یک کتاب بسیار از ذهنم دور بود. یک امکان بعید و تقریبا غیر ممکن. نمیدانستم چه ارواحی قرار بود برای کمک به من بازگردند. کمک کنند که چه کنم؟ کاترین تکانی خورد و به نجوا درآمد. کسی به اسم گیده اون به اسم گیده اون میخواد با من حرف بزنه. چی میگه؟ این دوروبره بره متوقف نمیشه یه جور نگهبانه اما حالا داره با من بازی میکنه. آیا اون یکی از نگهبانهای توست؟ بله اما داره بازی میکنه این طرف اون طرف میپره. فکر میکنم میخواد من بفهمم که اون در اطراف منه. همه جا. گیده اون؟ اون اونجاست. آیا احساس امنیت بیشتری میکنی؟ بله. وقتی بهش احتیاج داشته باشم برمیگرده. خوبه. آیا ارواحی در اطراف ما هستند؟ با نجوایی از دیدگاه زمیر فوق آگاهش پاسخ داد. اوه بله، ارواح زیادی اطراف ما هستند. اونا فقط هر وقت که خودشون بخوان میان. هر وقت بخوان میان. ما همه ارواح هستیم. اما دیگران بعضیها در قالب مادی هستند و بعضی ها در مرحله تمدید قوا هستند. بقیه نگهبانند. اما همه ما به اونجا میریم. ما هم نگهبان بودیم. چرا برمیگردیم که یاد بگیریم؟ چرا در قالب روح نمیتونیم یاد بگیریم؟ آموختنی ها در سطوح مختلفی وجود دارند و بعضی از اونها رو باید در جسم یاد بگیریم. ما باید درد رو احساس کنیم. وقتی روح هستیم هیچ دردی احساس نمی کنیم. این زمان تمدید قواست. روحمون جان تازه میگیره. وقتی در قالب مادی هستیم درد رو احساس می کنیم. صدمه می بینیم. در وضعیت روح فقط شادی وجود داره احساس سعادت اما این فقط مرحله تمدید قوای ماست فعل و انفعال اشخاص در وضعیت روحانی متفاوته وقتی در قالب مادی هستیم روابط رو تجربه میکنیم من میفهمم درست میشه. او دوباره ساکت شده بود. دقایق گذشتند. شروع کرد. یه کالیسکه میبینم. یه کالیسکه ی آبی. کالیسکه ی بچه؟ نه. کالیسکه ای که بزرگترا سوار میشن. یه چیز آبی. یه چتر آبی در بالای سر. بیرونشم آبیه. کالیسکر رو اسب میکشه چرخهای بزرگی داره کسی رو داخلش نمیبینم اما دو اسب رو بهش بستن یه اسب خاکستری یک اسب قهوه‌ای اسم اسب خاکستری سیبه چون سیب دوست داره اسم اون یکی دوکه اونا خیلی زیبا هستن پاهای بزرگی دارن اونجا اسب شروری هم هست؟ یک اسب متفاوت؟ نه. اونا خیلی خوبن. تو هم اونجا هستی؟ بله. دماغش رو میبینم. از من خیلی بزرگتره. تو سوار کالیسکه میشی؟ از طرز جواب دادنش فهمیدم که بچه است. اونجا اسبا هستن یه پسرم هست چند سالته؟ خیلی کوچیکم نمیدونم فکر نمی کنم شمردن بلد باشم اون پسر رو میشناسی؟ دوستته؟ برادرته؟ همسایمه اون برای یک مهمونی اومده اونا یک جشن عروسی یا همچین چیزی دارن میدونی چه کسی داره عروسی میکنه؟ نه. به ما گفتن خودمون رو کثیف نکنیم. موهام قهوه‌ایه. کفش‌های پامه که از دو طرف تا بالا دگمه داره. لباس مهمونی پوشیدی؟ لباس خوب؟ یه لباس سفید پوشیدم. یه جور لباس سفید با یه چیز چیندار روش که از پشت بسته میشه. خونه بزرگیه. تو اونجا زندگی میکنی؟ بله. خوبه. حالا میتونی داخل خونه رو نگاه کنی. طوری نیست. امروز روز مهمیه. بقیه هم لباس خوب پوشیدن. لباس مخصوص. دارن غذا میپزن. یه عالم غذا. دارن یه جور نون میپزن. نون، گوشت. به ما گفتند برگردیم بیرون. باعث تعجب بود. من به او گفته بودم اگر برود داخل خانه اشکالی ندارد و حالا به او دستور داده بودند دوباره بیرون برود. آیا اونا اسم تو صدا می مندی، مندی و ادوارد. ادوارد اسم اون پسره. اجازه نمیدن داخل خونه بمونین؟ نه، خیلی کار دارن. در این باره چه احساسی داری؟ ما اهمیت نمیدیم اما تمیز موندن سخته. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اون روز بالاخره به جشن عروسی رفتی؟ بله. کس و کارم رو میبینم. اتاق شلوغه داغه. یه روز داغ. یه نفر اونجاست. اون اونجاست با یه کلاه عجیب، یه کلاه بزرگ سیاه تا روی صورتش میاد. یه جوریه. همه خوشحالن. میدونی کی داره عروسی میکنه؟ خواهر خودم. از تو خیلی بزرگتره. بله. اونو میبینی؟ لباس عروس پوشیده، زیباست. بله مقدار زیادی گل دور سرش گذاشته از نزدیک بهش نگاه کن اونو از زمان دیگه ای نمیشناسی به چشمهاش نگاه کن بله فکر میکنم اون بکیه اما کوچیکتر خیلی کوچیکتر بکی دوست و همکار کاترین بود آنها خیلی به هم نزدیک بودند. با این حال کاترین از برخورد نقادانه و دخالتهای بکی در زندگی و تصمیماتش رنجیده خاطر بود. هرچه بود او فقط یک دوست بود نه فامیل. اما شاید اکنون این تشخیص چندان واضح نباشد. اون اون منو دوست داره. من میتونم اون جلو واستم چون اون ایستاده خوبه به دور و برت نگاه کن پدر و مادرت همونجا هستن بله از نزدیک به اونا نگاه کن اول مادرت ببین آیا اون رو به یاد میاری کاترین چند نفس عمیق کشید مادرمو نمیشناسم به پدرت نگاه کن. از نزدیک بهش نگاه کن به حالت صورتش به چشمهاش. آیا اونو میشناسی؟ فورا جواب داد اون استوارته. پس استوارت یک بار دیگر ظاهر شده بود. این مطلب ارزش اکتشافات بیشتر را داشت. رابطت با اون چطوره؟ من اونو خیلی دوست دارم. اون با من خیلی خوبه اما فکر میکنه موی دماغش هستم. به نظر اون همه بچه ها آیا اون خیلی جدیه؟ نه. اون خوشش میاد با ما بازی کنه. اما ما خیلی سوال میکنیم ولی اون با ما خیلی خوبه. جز اینکه ما خیلی سوال میکنیم. این سوال ها گاهی ناراحتش میکنه؟ بله ما باید از معلم یاد بگیریم نه از اون برای همین به مدرسه میریم که یاد بگیریم مثل اینکه این حرف اونه آیا او چنین چیزی به شما گفته؟ بله اون کارهای خیلی مهمتری داره که انجام بده اون باید مزرعه رو اداره کنه یه مزرعه بزرگ میدونی اون مزرعه کجاست نه آیا اونها هیچ وقت اسم شهر یا ایالت رو میبرن مکس کرد با دقت گوش میکرد نه نمیشنوم دوباره ساکت شد بسیار خوب میخوای تو این زندگی چیزهای بیشتری کشف کنی؟ در زمان جلو بری یا؟ حرفم را قطع کرد. کافیه. در تمام طول مدت کارم با کاترین از اینکه رازگشایی های او را با متخصصین دیگر در میان بگذارم اکراه داشتم. در واقع جز کارول و چند نفر دیگر که قابل اعتماد بودند این اطلاعات قابل ملاحظه را مطلقاً با هیچ کس در میان نگذاشتم. من میدانستم دانشی که طی جلساتمان آشکار شد هم حقیقی و هم فوق‌العاده مهم بود. با این حال نگرانی از واکنش همکاران حرفه‌ای و علمیم باعث می شد ساکت بمانم. من هنوز نگران شهرتم، کارم و قضاوت دیگران درباره خودم بودم. شکگرایی شخصیم توسط عدلهی که هر هفته از میان لبان کاترین خارج می شد، از میان رفته بود. اغلب به نوارهای ضبط شده دوباره گوش می کردم و جلساتمان را با همه شور و هیجان و بدیهی بودنش دوباره تجربه می کردم. اما دیگران ناچار بودند به تجربیات من اعتماد کنند. هرچند نیرومند اما به هر حال متعلق به خودشان نبود. احساس می کردم ناچارم باز هم اطلاعات بیشتری کسب کنم. همچنان که به تدریج پیام ها را می پذیرفتم و باور می کردم زندگیم ساده تر و رضایت بخشتر می شد. دیگر نیازی نبود بازی کنم. تظاهر کنم نقش ایفا کنم یا غیر از آنی که هستم باشم روابط صادقانه تر و مستقیم تر شد زندگی خانوادگی کمتر گیج کننده و بیشتر آسوده شد اکرا هم از افشای خردی که از طریق کاترین به من داده شده بود کم کم از میان میرفت. شگفت این که عده زیادی بسیار مند شدند و دلشان می‌خواست بیشتر بدانند. بسیاری درباره تجربیات بسیار خصوصیشان از رویدادهای فراروانشناسی تجربه خارج از جسم، رؤیای مربوط به زندگی های گذشته و تجربه های دیگر حرف زدند. بسیاری از آنها هرگز از این تجربیات حتی با همسرشان حرف نزده بودند. تقریبا همه افراد می با درمیان گذاشتن این تجربه ها دیگران حتی خانواده ها و پزشکان معالج خودشان آنها را عجیب و غریب بدانند. با این حال این رویدادهای های فراروان کاملا مشترکند و بسیار بیش از آن که مردم بدانند تکرار می شوند. اکراه از بازگو کردن آن است که باعث می شود به نظر نادر برسند و آنها که تحصیلات و تخصصشان از همه بالاتر است بیشتر از دیگران اکراه دارند رئیس یکی از بخش های اصلی بیمارستان کسی است که به خاطر مهارت مورد ستایش بین المللی قرار گرفته است او با پدر متوفایش که بارها او را از خطرات جدی حفظ کرده است صحبت می کند. استاد دانشگاه دیگری خوابهایی می بیند که مراحل و راه حلهای مجهول در آزمایشات پیچیده تحقیقاتیش را در اختیارش قرار می دهند. خوابهایش به طور ثابت صحیح هستند. پزشک سرشناس دیگری معمولا پیش از آن که به تلفن جواب بدهد میداند چه کسی با او کار دارد. همسر رئیس بخش روانپزشکی یکی از دانشگاه های میدوست که خودش هم روانشناس است، هرگز به کسی نگفته بود که وقتی برای اولین بار به روم رفت، آنچنان در شهر حرکت می کرد که گویی نقشه کامل شهر در ذهنش حک شده است. او به طرزی خطا ناپذیر می دانست بعد از پیچ بعدی کجاست. با آنکه اخیرا هرگز در ایتالیا نبوده و زبان ایتالیایی نمیدانسته مردم اغلب او را با ایتالیایی ها اشتباه می گرفتند و با او به زبان ایتالیایی صحبت می کردند. ذهن او به شدت در مقابل یادآوری خاطراتش در روم مقاومت میکرد. من فهمیدم چرا این متخصصین بسیار تعلیم دیده در پستو باقی می ماندن. من خود یکی از آنها بودم. ما نمیتوانستیم تجربیات و احساسات خود را انکار کنیم. با این حال آموخته های ما در بسیاری جهات به شدت با اطلاعات، تجربیات و باورهایی که اندوخته بودیم مخالفت می کرد. لذا ساکت می مندیم. هفته به سرعت گذشت. بارها و بارها نوار جلسه قبل را گوش کرده بودم. چگونه داشتم به مرحله تمدید قوا می رسیدم؟ مشخصا احساس بصیرت نداشتم. و اکنون ارواح باز فرستاده می شدند تا به من کمک کنند. اما چه کاری باید انجام میدادم؟ کی میفهمیدم آیا ای به عهده داشتم میدانستم که باید صبر کنم و شکیبا باشم کلمات استاد شاعر را به خاطر آوردم شکیبایی و زمانداری هر چیز به وقتش خواهد آمد همه چیز به وقتش بر تو آشکار خواهد شد. اما تو باید فرصت داشته باشی دانشی را که تا کنون به تو داده ایم در خودت تحلیل ببری. پس باید صبر می کردم. در شروع این جلسه کاترین تکه هایی از خوابی را که چند شب پیش دیده بود تعریف کرد. در خواب در خانه پدریش زندگی میکرد و هنگام شب خانه آتش گرفته بود. رفتار او متعارف بود و داشت به تخلیه خانه کمک میکرد. اما پدرش سر جایش نشسته بود و ظاهرا نسبت به شرایط استراری موجود بی تفاوت بود. کاترین او را واداشت از خانه خارج شود. اما او ناگهان به یادش آمد چیزی را در خانه جا گذاشته است و کاترین را به جستجوی آن چیز به میان شعله های آتش فرستاد. کاترین به یاد نداشت که آن چیز چه بود. تصمیم گرفتم در تعبیر رویایش تعمل کنم و صبر کنم ببینم آیا در طول هیپنوتیزم این مناسبت پیش می آید یا نه. او به سرعت وارد خواب هیپنوتیزم شد. زنی رو می بینم. یه روبنده روی سرش داره. صورتش رو نمی پوشونه فقط روی موهاش رو پوشونده. بعد ساکت شد. حالا میتونی ببینیش؟ زن رو میگم. گمش کردم. یه جور پارچه سیاه می بینم. پارچه سیاه با طرحهای طلایی روش. امارتی می بینم. سفید. امارت رو میشناسی؟ نه. امارت بزرگیه؟ نه. در زمینه پشت یک کوهستان با قله برفگیر قرار داره. اما در دره در جایی که ما هستیم علفا سبزن میتونی وارد امارت بشی؟ بله از نوعی مرمر ساخته شده دستش بزنی خیلی سرده آیا اینجا یه جور معبد یا امارت مذهبیه؟ نمیدونم فکر کردم شاید یک زندان باشه زندان آیا کسی در امارت هست؟ اطراف امارت چطور؟ بله، تعدادی سرباز هستند. اونا لباسای متعدل شکل سیاه پوشیدن. سیاه با سردوشی های تلایی. به لباسشون منگوله های تلایی آویزونه. کلا خود سیاه با یه چیز تلایی. یه چیز نکدار که بالاش تلاییه. و یک همایل سرخ یک همایل سرخ دور کمر آیا دوروبرت برت سربازی هست؟ شاید دو یا سه تا تو همون جایی؟ من همین جاها هستم ولی نه در داخل ساختمون اما همین نزدیکی ها هستم به اطراف نگاه کن ببین خودتو پیدا می کنی. کوها اونجا هستن و علفها. ها ساختمون های دیگه ای هم هستن؟ اگه هم ساختمون های دیگه ای باشن نزدیک این یکی نیستن. یکی از اونا رو میبینم. مجزا. یه جور دیوار پشتشه. فکر میکنی قلعه یا زندان یا همچین چیزی باشه؟ ممکنه. اما خیلی پرت افتاده. چرا این برای تو اهمیت داره؟ مکس طولانی آیا اسم شهر یا کشوری رو که در اون هستی میدونی؟ همش اوکراین می بینم مجذوب گوناگونی دوره های زندگی او شده بودم. تاریخ سالی رو میبینی؟ یادت میاد یک دوره زمانی او با تعمل پاسخ داد. هزار و هفتصد، هزار و هفتصد، بعد حرف خود را اصلاح کرد. هزار و هفتصد و پنجاه و هشت، سربازای زیادی اینجا هستند. نمیدونم چی کار دارن. شمشیرای بلندی دارن که قوس داره. پرسیدم، دیگه چی میبینی؟ چی میشنوی؟ یه آبش خور می بینم که اسبار اونجا آب میدن. آیا سربازا اسم دیگه ای هم دارن؟ آیا همدیگر رو به اسم خاصی صدا میکنن؟ چنین چیزی نمیشنوم. تو هم بین اونها هستی؟ نه. پاسخش دوباره از زبان یک بچه بود. کوتاه و اغلب تک هجایی. ناچار بودم مصاحبهگر بسیار فعالی شوم تو شهری بله اونجا زندگی میکنی فکر کنم بله خوبه ببین میتونی خودت و محل زندگیت رو ببینی لباسای کهنه و پاره میبینم یه بچه میبینم یه پسر بچه لباساش خیلی کهنه پاره است سردشه. آیا خونه ای هم تو این شهر داره؟ مکس طولانی ادامه داد چیزی نمی بینم. ظاهرا در ارتباط برقرار کردن با این زندگی دچار مشکل بود. پاسخهایش مبهم و به نحوی نامطمئن بود. بسیار خوب. اسم این پسر رو میدونی؟ نه. چه اتفاقی برای این پسر میافته؟ باهاش برو ببین چی میشه؟ یکی از اقوامش زندانیه. فکر می کنم پدرش باشه. خیلی میترسه میترسه می ترسه اونو بکشن. جرم این پدر چیه؟ اون یه چیزی از سربازا دزدیده کاغذی، چیزی. این پسر تا آخرم درست نمیفهمه؟ نه، ممکنه دیگه هرگز پدرش رو نبینه. آیا اونا میدونن پدرش چه مدت در زندان میمونه؟ آیا زنده میمونه یا نه؟ جواب داد نه صدایش لرزید خیلی ناراحت بود خیلی غمگین بود رغم اینکه شرح زیادی نداده بود به طور مشهود از آنچه میدید و تجربه می کرد سراسیمه بود. آیا میتونی حال اون پسر رو احساس کنی؟ ترس و استرابش رو میتونی احساس کنی؟ بله. دوباره ساکت شد؟ در زمان جلو برو، میدونم سخته؟ در زمان جلو برو ببین چی میشه. یک اتفاقی میافته پدرش محکوم شد. به خاطر کاری که هرگز نکرده بود. اما اونا بی هیچ دلیلی مردم رو محکوم میکنن. حتما پسر از این موضوع خیلی ناراحته. فکر نمی کنم اون کاملا بدونه چه اتفاقی افتاده. آیا اون کس دیگه ای رو هم داره که پیشش بره؟ بله، اما زندگیش خیلی سخت میشه. چی به سرش میاد؟ نمیدونم، احتمالا میمیره. صدایش بسیار غمگین بود. دوباره ساکت شد. بعد گویی به دور و برش نگاه میکرد. یک دست میبینم. دستی که چیزی در مشت داره. سفید. نمیدونم چیه. دوباره ساکت شد و دقایق سپری می شدند. پرسیدم دیگه چی می بینی؟ هیچ تاریکی یا مرده بود و یا به هر حال ارتباطش با پسر غمگینی که بیش از دیویس سال پیش در اوکراین میزیست قطع شده بود. آیا پسر رو ترک کردی؟ بله. داشت استراحت می کرد. از اون زندگی چی یاد گرفتی؟ چرا مهم بود؟ مردم رو نمی عجولانه داوری کرد. باید با دیگران منصف باشیم. با قضاوت عجولانه خیلی زندگی ها رو خراب می کنیم. زندگی اون پسر به خاطر اون قضاوت در مورد پدرش کوتاه و دشوار شد. دوباره ساکت شد. این زندگی کوتاه به دلایلی مشخصا فرسایشی و تنبیهی بود. به او تذکر دادم استراحت کند. استراحت کن. آرامش احساس کن. جسمت در حال درمان خودش و روحت در حال استراحته. حالت بهتر شد؟ سر حال اومدی؟ برای اون پسر کوچولو سخت بود خیلی سخت اما حالا دوباره استراحت میکنی. ذهنت میتونه تو رو به مکانها و زمانهای دیگه ببره. خاطرات دیگه. تصمیم گرفتم تکه های رویایی را که راجع به آتش سوزی خانه دیده بود پیگیری کنم. احمال و بیتوجهی پدرش و فرستادن او به درون آن حریق وحشتناک تا برایش چیزی را پیدا کند. حالا درباره خوابی که با پدرت دیدی. سوالی دارم. حالا میتونی اون رو به یاد بیاری. اشکالی نداره. تو در خلصه عمیق هستی. به یاد میاری؟ بله. به خونه برگشتی که چیزی رو بیاری. یادت میاد؟ بله. یه جعبه فلزی بود. توی اون جعبه چی بود که پدرت اونقدر خواهانش بود و به خاطرش تو رو به درون خونه مشتعل فرستاد؟ تمرها و سکه هایی که جمع می کرد. تدائی مشروح مفهوم آن رویا تحت هیپنوتیزم به وضوح با یادآوری دست و پا شکسته او در بیداری تضاد داشت. هیپنوتیزم نه تنها در دسترسی به دورترین و پنهانترین مناطق ذهن ابزاری نیرومند است بلکه امکان به یاد آوردن جزئیات بیشتری از خاطرات را نیز فراهم می کند. تمرها و سکه خیلی براش اهمیت داره؟ بله. اما به قیمت به خطر انداختن زندگی تو که فقط به خاطر آوردن سکه ها و تمرها به خونه در حال سوختن برگردی حرفم را قطع کرد. اون فکر نمیکرد داره زندگی منو به خطر میندازه. فکر می کرد در امانم. پس چرا خودش به جای تو نرفت؟ چون فکر کرد من سریعتر میتونم برم. میفهمم. اما تو واقعا در خطر بودی؟ بله. ولی اون تشخیص نمیداد. آیا اون خواب برای تو معنی بیشتری هم داشت درباره رابطت با پدرت نمیدونم ظاهرا اون برای خارج شدن از اون خونه عجله ای نداشت نه چرا اینقدر لا بود تو سری بودی خطر رو میدیدی چون اون سعی میکرد از زیر همه چیز شونه خالی کنه از این لحظه برای تعبیر بخشی از رویا استفاده کردم. بله، این یک الگوی قدیمی اونه. تو کارها رو برای اون انجام میدی. مثل آوردن جعبه. امیدوارم بتونه از تو یاد بگیره. احساس میکنم این آتیش نشونه از دست رفتن زمان بود. اینکه تو خطر رو احساس میکنی و اون نمیکنه. در حالی که اون وقت تلف میکنه و تو رو میفرسته که چیزهاش رو براش بیاری تو بیشتر یاد میگیری و چیزهای بیشتری برای یاد دادن به اون به دست میاری اما اون ظاهرا نمیخواد یاد بگیره تصدیق کرد نه نمیخواد من خواب تو رو این طور میفهمم تو نمیتونی مجبورش کنی. باید خودش بفهمه. دوباره تصدیق کرد و صدایش عمیق و خشدار شد. بله. اگر به جسممون نیاز نداشته باشیم دیگه مهم نیست که در آتیش بسوزه. یک روح استاد چشمانداز به کلی متفاوتی به روی این رویا باز کرد. از این ورود ناگهانی که خوردم و فقط توانستم توتیوار این فکر را تکرار کنم. به جسممون نیاز نداریم؟ نه. تا زمانی که اینجا هستیم مراحل مختلفی رو طی کنی. از جسم نوزاد خارج میشیم و به شکل کودک در میاییم. از کودک به بزرگ سال و بعد به جسم پیر در میاییم. چرا یک قدم فراتر نریم و از جسم بزرگ سال به مرحله روحانی نرسیم؟ ما همین کار رو میکنیم. رشد ما متوقف نمیشه. بلکه ما همچنان به رشد خود ادامه میدیم. هنگامی که به مرحله روحانی می رسیم، اونجا هم به رشد خود ادامه میدیم. ما مراحل مختلف پیشرفت رو طی میکنیم. کنیم. وقتی که می رسیم، از پا در اومدیم. باید مراحل تمدید قوا، آموزش، و تصمیم گیری رو بگذرونیم. ما تصمیم میگیریم چه وقت میخوایم برگردیم، کجا و به چه علت میخوایم برگردیم. بعضی ها تصمیم میگیرن بر نگردن. اونا تصمیم میگیرن به راهشون ادامه بدن و مرحله دیگه ای از پیشرفت رو طی کنن. اونها در وضعیت روح باقی میمونند. بعضیا قبل از بازگشت مدت بیشتری رو نسبت به دیگران در وضعیت روح میمونند. همه اینها رشد و یادگیریه. رشد مداوم. تا زمانی که اینجا هستیم، جسم ما فقط مرکبی است برای ما. روح ماست که تا ابد باقی میمونه صدا و شیوه ی حرف زدنش را نشناختم استاد تازه حرف میزد و از دانش مهم می صحبت میکرد. دلم میخواست درباره این قلم روحای روحی بیشتر بدانم. آیا یادگیری در قالب مادی سری تره؟ آیا دلیلی وجود داره که همه افراد در وضعیت روح باقی نمیمونن؟ نه، یادگیری در وضعیت روحانی سریعتر و با شتاب بیشتری نسبت به وضعیت مادی انجام میشه. اما ما چیزی رو که نیازمند یادگیریش هستیم، انتخاب می کنیم. اگر لازم باشه برگردیم و روی یک رابطه کار کنیم برمیگردیم. اگر کارمون با اون رابطه تموم شده باشه به راهمون ادامه میدیم. زمانی که به شکل روح هستیم همیشه میتونیم در صورت انتخاب با کسانی که در قالب مادی هستن تماس بگیریم. اما فقط در صورتی که مطلب مهمی باشه. اگر لازم باشه به اونها چیزی بگیم که اونها باید بدونن. این تماس چطور انجام میشه؟ پیام چطور به شخص میرسه؟ کاترین در مقابل حیرت من پاسخ داد. نجوایش سریعتر و شمرده تر شد. گاهی اجازه داریم در مقابل شخص ظاهر بشیم و به همون شکلی که اینجا داشتیم دیده بشیم. در مواقع دیگه ارتباط ذهنی برقرار می کنیم. پیام ها گاهی به رمزه اما اغلب شخص می فهمه مربوط به چیه. اونها درک می کنن. این یک ارتباط ذهن با ذهنه. با کاترین حرف می زدم. این دانشی که الان داری، این اطلاعات، این عقل که بسیار مهمه چرا در بیداری و در قالب مادی در دسترست قرار نداره؟ لابد نمیتونم بفهمم. هنوز گنجایش درک اونها رو ندارم. پس شاید من بتونم به تو یاد بدم اون رو درک کنی. طوری که تو رو نترسونه. طوری که یاد بگیری. بله. وقتی صدای استادها رو میشنوی چیزی که اونها میگن شبیه به همین چیزهایی که تو الان به من میگی. تو باید مقدار زیادی از این اطلاعات رو همراهت داشته باشی. من به خردی بودم که او در این وضعیت داشت. به سادگی جواب داد: بله. و این از ذهن خودت میاد. ولی اونها این خرد رو در ذهن من گذاشتن. پس به این ترتیب او اعتبار این خرد را به استادان میداد. بله. چطور میتونم در ارتباط با تو این دانش رو به تو برگردونم به نحوی که از شر ترس هات خلاص بشی به نرمی پاسخ داد تو الان همین کار رو کردی او حق داشت ترسهایش هایش تقریبا به کلی از بین رفته بود به محض شروع بازگشت به گذشته با کمک هیپنوتیزم بهبود بالینی او به طرز عجیبی سرعت گرفت. الان چه درس هایی باید یاد بگیری؟ مهمترین چیزی که تو این زندگی باید یاد بگیری که بعد از اون بتونی به پیشرفت و موفقیتت ادامه بدی چیه؟ به سرعت پاسخ داد. اعتماد. او فهمیده بود وظیفه اصلیش چیست؟ در حالی که از سرعت در دادن پاسخ متقابل او شگفت زده شدم تکرار کردم اعتماد؟ بله من باید ایمان پیدا کنم اما به دیگران هم باید اعتماد کنم من به اونا اعتماد ندارم فکر می کنم همه میخوان به من صدمه بزنن این باعث میشه از موقعیت ها و افرادی دور بمونم که در واقع نباید دور باشم. این باعث میشه با کسایی بمونم که لازم از اونها ببرم. هنگامی که در این وضعیت فوق آگاه بود، درون بینیش خارق العاده بود. او نقاط ضعف و قوت خود را میدانست. میدانست چه قسمت هایی نیازمند توجه و کار کردن است و میدانست برای بهبود آن قسمت ها چه باید کرد. تنها مسئله این بود که این بصیرت ها باید به زمیر خداگاه او می رسید و در دسترس زندگی بیداری او قرار می گرفت. روشنبینی فوق آگاه مجذوب کننده بود. اما به خودی خود نمی توانست زندگی او را متحول کند. پرسیدم این افرادی که باید از اونا ببری کیا هستند؟ مکس کرد من از بکی می ترسم. از استوارت می ترسم. از اینکه از اونا آسیبی به من برسه آیا میتونی از اونها ببری کاملا نه اما از بعضی افکارشون میتونم جدا بشم استوار سعی میکنه منو در اسارت نگه داره و موفق هم میشه اون میدونه که من میترسم اون میدونه که من میترسم ازش جدا بشم و از این موضوع برای نگه داشتن من استفاده میکنه و به کی اون دائما سعی میکنه اعتماد منو نسبت به کسانی که مورد اعتمادم هستن زائل کنه وقتی من خوبی ها رو میبینم اون بدی ها رو میبینه و سعی میکنه تخم این بدی رو در ذهن منم بکاره من دارم یاد میگیرم دارم یاد میگیرم به کسانی که باید اعتماد کنم اما اون منو نسبت به اونها مزنون میکنه و این مشکل اونه نمیذارم وادار کنه مثل خودش فکر کنم کاترین در وضعیت فوق آگاهش میتوانست توانست ضعف های شخصیتی عمده استوارت و بکی را تشخیص دهد کاترین هیپنوتیزم شده یک روان پزشک و یک روشنبین خطا ناپذیر و القایی بود. کاترین بیدار این خصوصیات را نداشت. این وظیفه من بود که روی این فاصله پل بزنم. بهبود آشکار پزشکی او نشان میداد که برخی از این دانسته ها داشت در و رو رسوخ می کرد. سرگرم پلسازی بیشتر شدم. پرسیدم به چه کسی می تونی اعتماد کنی؟ به اون فکر کن. به چه کسانی میتونی اعتماد کنی و ازشون یاد بگیری و بهشون نزدیک بشی؟ اونها چه کسانی هستند؟ به نجوا گفت به تو اعتماد دارم. من این را می دانستم. اما زمنن می که باید در زندگی روزمرش به افراد بیشتری اعتماد کند. بله، تو می تونی به من اعتماد کنی. تو به من نزدیکی. اما باید به افراد دیگه هم در زندگیت نزدیک بشی. کسانی که بیشتر از من می تونن با تو باشن. دلم میخواست او کامل و مستقل شود و وابسته به من نباشد. میتونم به خواهرم اعتماد کنم. دیگران رو نمیشناسم. میتونم تا حدی به استوارت اعتماد کنم. اما تا حدی. به من اهمیت میده اما سردرگمه. سردرگمی خودش آگاهانه به من آسیب میرسونه. بله درسته. آیا مرد دیگه ای هست که بتونی بهش اعتماد کنی؟ بله. میتونم به رابرت اعتماد کنم. او یکی دیگر از پزشکان بیمارستان بود و آنها دوستان خوبی بودند. بله. شاید در آینده به کسای دیگه ای هم بر بخوری. ایده دانش درباره آینده بی نهایت فریبنده بود. او درباره گذشته درست گفته بود. از طریق استادان حقایق خاص و محرمانه ای را دانسته بود. آیا ممکن بود آنها حقایقی از آینده را هم بدانند؟ در این صورت آیا ممکن بود ما هم در پیش دانستن این حقایق سهیم شویم؟ هزاران سوال در ذهنم ریخت. وقتی مثل الان با زمیر فوق آگاهت ارتباط برقرار می کنی و چنین خردی پیدا می کنی آیا توانایی های روحی تو هم افزایش پیدا می کنه؟ آیا برات امکان داره آینده رو ببینی؟ ما به قدر کافی در گذشته کار کردیم. تصدیق کرد. این امکان وجود داره. ولی من الان چیزی نمی بینم. آهسته تکرار کردم. یعنی امکان داره؟ فکر می کنم. می بی اون که به ترسی این کار رو بکنی؟ آیا میتونی به آینده بری و از یک منبع طبیعی که برات ترسناک نباشه اطلاعاتی کسب کنی؟ میتونی آینده رو ببینی؟ پاسخش سری بود. نمیتونم. اونا اجازه نمیدن. میدانستم که منظورش استادان است. آیا در این لحظه اطرافت هستند؟ بله. با تو حرف میزنن؟ نه. اونها همه چیز رو میبینند. بنابراین او در حالی که نظارت میشد مجاز نبود آینده را ببیند. شاید چنین کنجکاوی هیچ سودی برای ما نداشته باشد. شاید این ماجراجویی کاترین را متوحش کند. شاید ما هنوز آمادگی دریافت چنین اطلاعاتی را نداریم. بنابراین اصرار نکردم روحی که قبلا در اطراف تو بود گیده اون اون چی میخواد چرا نزدیک توست اونو میشناسی؟ نه فکر نمی کنم منو از خطر محافظت میکنه استادان کجا؟ اونا رو نمیبینم گاهی پیام هایی برای من دارند. پیام هایی که هم به تو کمک میکنه هم به من آیا حتی وقتی که اونها حرف نمیزنن این پیام ها در دسترس تو قرار دارن آیا اونها این افکار رو در ذهن تو قرار میدن بله اونها بر حدود پیشروی من نظارت دارن حدود اونچه که میتونم به خاطر بیارم بنابراین در توضیح این زندگی ها هدفی وجود داره. بله. برای تو و برای من که به ما یاد بده تا ترس هامون رو کنار بذاریم. برای ارتباط راه های زیادی وجود داره. اونا از راه های زیادی استفاده می کنن تا به ما نشون بدن که وجود دارن. اگر کاترین صدای آنها را میشنید، دورنماها و تصاویر گذشته را میدید، های روحی را تجربه میکرد یا افکار و نظریه هایی در ذهنش جا می گرفت، منظور از همه اینها یکی بود و آن نشان دادن اینکه آنها وجود دارند و حتی ورای آن اینکه به ما کمک میکنند به وسیله الهام و دانش ما را در راهمان راهنمایی می کنند کمکمان می کنند تا به وسیله دانش خداگونه شویم. میدونی چرا تو رو انتخاب کردن؟ نه. این سوال ظریفی بود. چون کاترین حتی قادر نبود به نوارها گوش کند. آیا این تو رو میترسونه؟ بعضی وقتا. اما این میتونه اطمینان بخش باشه. حالا ما میدونیم که ابدی هستیم، پس دیگه از مرگ نمیترسیم. تصدیق کرد. بله. مکس کرد و دوباره به درس اصلی زندگی فعلیش بازگشت. باید یاد بگیرم اعتماد کنم. وقتی چیزی به من میگن باید به اعتبار دانش کسی که میگه به اون چیز اعتماد کنم. اضافه کردم. البته کسانی هم هستن که نباید بهشون اعتماد کرد. بله. ولی من گیج شدم. کسانی هستند که میدونم باید بهشون اعتماد کنم اما در برابر این احساس مقاومت میکنم و نمیخوام به هیچ کس اعتماد کنم. او دوباره ساکت شد در حالی که من روشنبینیش را تحسین میکردم. دفعه قبل که درباره تو حرف زدیم که بچه بودی و در باقی بود که اسب هم بود یادت هست عروسی خواهرت کمی آیا در اون زمان چیزهای دیگه ای هم هست که لازم باشه یاد بگیریم؟ بله. آیا ارزشش داره که دوباره برگردیم و اونو کشف کنیم؟ حالا دیگه بر نمی گرده. در هر زندگی خیلی چیزها هست. خیلی چیزها هست که باید به پایان برسونیم. در هر زندگی. بله. ما باید کشف کنیم. ولی حالا بر نمی گرده. بنابراین دوباره به رابطه دشوارش با پدرش بازگشتم رابطه با پدرت بخش دیگه ایه. بخشی که عمیقا در این زندگی روی تو تاثیر گذاشته این هم بخش دیگه ایه که باید کشف کنیم تو از این رابطه خیلی چیزها یاد گرفتی با زندگی اون پسر کوچولو در اوکراین مقایسه کن که پدرش رو در کودکی از دست داده بود این بار کسی رو از دست ندادی و با این حال صرف وجود پدرت در اینجا علا رغم اینکه سختی هات کمتر بوده از حرفم نتیجه گرفت بار سنگین‌تری بود افکار افکار احساس کردم در محیط تازه است چه افکاری درباره بیهوشی وقتی تو رو بیهوش میکنن آیا چیزی میشنوی هنوز میشنوی او به سوال خودش پاسخ داده بود اکنون او به سرعت نجوا میکرد و همزمان به هیجان آمد ذهن از چیزی که بر ما میگذره کاملا آگاهه. وقتی داشتن نای من و جراحی میکردن درباره خفگی من امکان خفگی من حرف زدن. به یاد جراحی تارهای صوتی کاترین افتادم که چند ماه قبل از اولین ملاقاتش با من انجام شده بود. او پیش از عمل جراحی نگران بود ولی هنگام بهوش آمدن در اتاق ریکاوری کاملا وحشت زده بود. تمام کادر پرستاری ساعتها تلاش کردند تا توانستند او را آرام کنند. حالا معلوم می آنچه که جراحان در طول عمل در مدتی که او عمیقا بیهوش بوده گفتند به وحشت او شتاب داده است ذهنم جهشی به عقب کرد و به دوره جراحیم در دانشکده پزشکی بازگشت. به یاد مکالمات اتفاقی و کم اهمیتی افتادم که هنگام جراحی زمانی که بیمار بیهوش بود در می گرفت. به یاد شوخیها، کلمات رکیک، مجادله ها و، بد اخلاقی های جراحان افتادم. بیماران در سطح ناخداگاهشان چه شنیده بودند؟ چه مقدار از آن مکالمات ثبت شده و پس از بیداری بر افکار و احساسات، ترس ها و استراب های بیمار تأثیر گذاشته بود؟ حرفهایی که در طول جراحی گفته شده بود تا چه حد بر مرحله پس از جراحی بیمار در اتاق ریکاوری تأثیر مثبت یا منفی گذاشته بود آیا شده بود کسی به دلیل شنیدن انتظارات منفی جراحان در طول جراحی بمیرد آیا ممکن بود کسی در اثر احساس ناامیدی تن به مرگ داده باشد پرسیدم یادت هست اونا چی میگفتن گفتن که ناچارن یه لوله بفرستن پایین وقتی لوله رو بکشن بیرون نای من ورم میکنه اونا فکر نمیکردن من بشنوم ولی تو شنیدی بله برای همین این همه مشکل پیدا کردم. بعد از جلسه امروز کاترین دیگر از فرو دادن چیزی یا از خفگی نترسید. به همین سادگی. ادامه داد. اون همه ای که داشتم و میترسیدم خفه بشم. پرسیدم حالا احساس آزادی می کنی؟ بله تو میتونی اثر کاری رو که اونها کردن خونسا کنی میتونم؟ بله داری میکنی اونا باید خیلی مراقب حرفاشون باشن حالا یادم میاد اونا یه لوله تو گلون فرو کردن و بعد از اون دیگه نتونستم حرف بزنم و به اونا چیزی بگم حالا تو آزادی تو صدای اونها رو شنیدی؟ بله، حرف زدنشون رو شنیدم. یکی دو دقیقه ساکت شد. بعد سرش را از یک سو به سوی گرداند. ظاهرا داشت به چیزی گوش می کرد. ظاهرا داری به پیامی گوش می کنی. می دونی اون پیام از کجا اومده؟ امیدوار بودم استادان ظاهر شوند. جواب رمزالود او این بود. کسی به من گفت. کسی داشت با تو حرف میزد. اما حالا رفته. سعی کردم آنها را بازگردانم. ببین میتونی ارواح و پیامهاشونو رو برامون برگردونی که کمکمون کنن؟ شمرده پاسخ داد. اونا هر وقت خودشون بخوان گردن. نه وقتی من بخوام. من هیچ تسلطی به این کار ندارم. تصدیق کردم. خیلی خوب. اما پیامی که درباره بیهوشی بود برای تو اهمیت زیادی داشت. این منشه حالت خفگی تو بود. متقابلا پاسخ داد. برای تو مهم بود. نه من. پاسخش در ذهنم تنین انداخت. با آنکه وحشت از خفگی او معالجه شده بود، با این حال رازگوشایی ها برای من مهمتر از او بود. من کسی بودم که درمان میکردم. پاسخ ساده او سطوح بسیاری از معنا در خود داشت. احساس کردم اگر این سطوح را این نوت‌های تنینانداز معنا را حقیقتا درک می کردم به اندازه یک جهش در درک روابط انسانی پیشرفت می کردم. شاید کمک بیش از درمان اهمیت دارد. پرسیدم؟ برای من اهمیتش در کمک کردن به تو بود، بله تو میتونی همون کاری رو که اونا انجام دادن دوباره به طرز صحیح انجام بدی تو اون کار رو دوباره انجام دادی داشت استراحت میکرد ما هر دو درس بزرگی گرفته بودیم. دخترم ایمی کمی پس از سومین سالگرد تولدش دوان دوان به طرفم آمد. پاهایم را بغل کرد، سرش را بالا گرفت و گفت بابا، چهل هزار ساله که تو رو دوست دارم. به صورت کوچکش نگاه کردم و خیلی خیلی احساس خوشبختی کردم. چند شب بعد از خواب عمیقی پریدم. در لحظه هوشیار شدم و چهره کاترین را چندین برابر اندازه معمولی دیدم. ناراحت بود. انگار به کمک من نیاز داشت. به ساعت نگاه کردم سه و سی و شش دقیقه صبح بود. هیچ صدای خارجی بیدارم نکرده بود. کارول کنارم آرام خوابیده بود. این حادثه را نادیده گرفتم و دوباره به خواب رفتم. در ساعت سه و سی دقیقه صبح همان روز کاترین با استراب از دیدن کابوسی بیدار شده بود. عرق کرده بود و قلبش تپش داشت. تصمیم گرفته بود مراقبه کند و مرا در حال هیپنوتیزم کردن خودش در مطب مجسم کند تا آرام بگیرد. او چهره مرا تصور کرده بود، صدای مرا شنیده بود و به تدریج به خواب رفته بود. قدرت روحی کاترین به طرز روزافزونی افزایش میافت و مال من هم همینطور. میتوانستم صدای اساتید قدیمی روان را بشنوم که درباره انتقال و انتقال متقابل واکنش ها در رابطه میان بیمار و درمانگر حرف میزدند. انتقال، باستاب احساسات، افکار و آرزوهای بیمار است به سوی درمانگر. و درمانگر نماینده ی کسی در گذشته بیمار است. انتقال متقابل برعکس است. واکنش عاطفی و ناخودآگاه درمانگر است به سمت بیمار. اما این ارتباط در ساعت سه و دقیقه صبح هیچ کدام از اینها نبود. این یک پیوستگی تلپاتیک، فکرخانی از راه دور، از طریق طول موجی خارج از کانالهای طبیعی مادی بود. به هر حال هیپنوتیزم این کانالها را باز کرده بود. یا شاید هزار گروه مختلفی از ارواح استادان و محافظین و دیگران مسئول ایجاد این طول موج جدید بودند. کار من از شگفت زدگی گذشته بود. در جلسه بعد کاترین فوراً به حالت خواب عمیقی فرو رفت. بلافاصله هوشیار شد. ابر بزرگی میبینم منو میترسونه اونجاست تنفسش سری شد هنوز اونجاست نمیدونم به سرعت اومد و رفت چیزی اون بالای کوه. هوشیاریش را از دست نداد اما همچنان سنگین نفس میکشید نگران بودم مبادا دارد به یک بمب نگاه میکند آیا ممکن بود در حال دیدن آینده باشد؟ آیا میتونی کوه و ببینی؟ آیا شبیه یک بم نیست؟ نمیدونم. چرا تو رو ترسوند؟ خیلی ناگهانی بود. یه دفعه ظاهر شد. خیلی مبهم و دودالود بود. بزرگ بود. در فاصله دور ناپدید شد. تو در امانی. میتونی به اون نزدیک بشی؟ با قاطعیت جواب داد نمیخوام نزدیک بشم. چنین مقاومتی از جانب او بعید بود. دوباره پرسیدم چرا اونقدر ازش میترسی؟ فکر میکنم یه چیز شیمیایی یا همچین چیزی باشه. تنفس در اطرافش مشکله. داشت به زحمت نفس میکشید. آیا مثل گازه خود به خود از کوه متساعد میشه مثل یک آتش فشان؟ فکر میکنم همینطوره مثل یک قارچ بزرگه شکلش اینه یه قارچ سفید بمب نیست؟ بمب اتم یا چیزی شبیه به اون نیست؟ مکسی کرد و ادامه داد فکر کنم یه آتیش نوعی آتش فشان یا همچین چیزیه. نمیخوام اونجا باشم. کم کم تنفسش به حالت عمیق عادی و حتی تنفس کند در حالت هیپنوتیزم برگشت. آن صحنه هولناک را ترک کرده بود. خب حالا چی میبینی؟ یه گردنبند میبینم. گردنبندی روی گردن کسی. رنگش آبی جنسش نقره است. یک سنگ آبی بهش آویزونه و زیرش سنگ های کچیکتر. روی سنگ آبی چیز دیگه هم هست؟ نه. شفافه. پشتش معلومه. موهای اون خانم سیاهه و کلاه آبی سرش گذاشته. با یه پر بزرگ. لباسش به رنگ بنفشه. اون خانم رو میشناسی؟ نه. تو همون جایی؟ یا تو اون خانم هستی؟ نمیدونم. من اون خانم رو میبینم اما اون خانم نیستم. چند سالشه؟ چهل و چند سال است اما از سنش مسنتر به نظر میرسه. فقط کنار میز نشسته. روی میز یه شیشه عطره رنگش سفیده و روش گلهای سبز داره. یک بورس و یک شونه با دسته نقره هم هست. تحت تاثیر دقت نگاه او بر جزئیات قرار گرفته بودم. آیا اتاق خودشه یا متعلق به یک مغازه است؟ اتاق خودشه. یه تخت خوابم اونجا هست با چهار دیرک در چهار طرفش. یه تخت خواب قهوه‌ای، یه پارچه آب روی میزه. هیچ عکسی تو این اتاق نیست. پرده های تیره عجیبی داره. کس دیگه ای هم هست؟ نه. این خانوم چه نسبتی با تو داره؟ پیشخدمتش خدمتش هستم. بار دیگر او پیشخدمت بود. خیلی وقته که با اون هستی؟ نه چند ماه از اون گردم بند خوشت میاد بله خیلی اشرافیه چند سالته شاید سیزده یا چهارده سال او مرا به یاد پسر نوجوانم میانداخت همان سن را داشت پرسیدم چرا خانوادت را ترک کردی؟ اونا رو ترک نکردم. من فقط اینجا کار میکنم. فهمیدم بعد از کار میری پیش خانوادت. بله. اونا نزدیک هستن. ما خیلی فقیریم. همه ما مجبوریم کار کنیم. پیش خدمتی کنیم. اسم اون خانومو میدونی؟ بلیندا. آیا با تو خوب رفتار میکنه؟ بله. مصاحبه با جوانان هرگز آسان نیست حتی در زندگی های گذشته پاسخهای کوتاه او هدایت فعال مرا میطلبید تا اطلاعات اولیه را به دست آورم شانس این بود که تمرین زیادی داشتم آیا هنوز اونو می بینی؟ نه حالا کجایی؟ توی اتاق دیگه یه میز با رومیزی سیاه هست و دورش هاشیه داره. بوی خیلی از گیاهان میاد. عطر قلیز. همه این بوها مربوط به خانم توست؟ عطر زیاد مصرف میکنه؟ نه. اینجا یه اتاق دیگه است. من تو اتاق دیگه ای هستم. اینجا اتاق یک خانوم پررنگه. یعنی چی پر رنگ؟ اونو میبینی؟ کاترین به نجوا گفت روی سرش خیلی چیزا پیچیده چند تا شال اون پیر و چروکیده است تو باهاش چه نسبتی داری؟ تازه رفتم اونو ببینم برای چه کاری؟ که ورق ببینه به وضوح می که نزد فالگیر رفته است. کسی که احتمالاً با ورقهای تاروت فال می گرفته. این گرایش تنظامیز بود. در اینجا من و کاترین درگیر یک ماجرای خارق فرا فراروانشناسی بودیم که گسترش از زندگی و ابعاد فراتر رفته بود. و با این حال دیویس سال قبل او با یک پیشگو ملاقات کرده بود که اش را بگوید. میدانستم که کاترین در زندگی فعلیش هرگز به دیدن یک فالگیر نرفته بود و هیچ گونه اطلاعی از ورقهای تاروت یا پیشگویی آینده نداشت. این موضوعات او را می ترساند. پرسیدم اون آینده رو پیشگویی میکنه اون چیزایی میبینه ازش سوالی داری چی رو میخوای بدونی میخوام درباره مردی که ممکنه باهاش ازدواج کنم بدونم وقتی فال گرفت چی گفت ورقهایی که عکس یه جور میله روی اونه میله و گل اما میله، نیزه یا یه جور خط نوشته. یه ورق دیگه هست که روش عکس یه پیال است. یه فنجون. ورقی میبینم که روش عکس یه پسر یا مرد که سپر داره. اون میگه من ازدواج میکنم. اما نه با این مرد. چیز دیگه ای نمیبینم. اون خانومو میبینی؟ سکه میبینم. هنوز با اون هستم. سکه ها چه شکلی هن؟ تلا هستن. لبشون صاف نیست. چهار گوشن. یه طرفشون تاج داره. ببین تاریخی روی سکه ها هست. چیزی که بتونی بخونی. شماره های خارجی. علامت. میدونی در چه سالی هستی؟ هزار هفتصد و یه چیزی نمیدونم چند دوباره ساکت شد پیشگویای این فالگیر درست از آب در اومد اون رفته رفته نمیدونم آیا حالا چیزی میبینی؟ نه تعجب کردم نمیدانستم او کجاست نه آیا اسم خودتو تو این زندگی میدونی؟ من از اونجا رفتم. او آن زندگی را ترک کرده بود و داشت استراحت می کرد. اکنون می توانست خودش این کار را انجام دهد. لازم نبود برای رسیدن به آن وضعیت مرگش را تجربه کند. چندین دقیقه صبر کردیم. این زندگی چندان چشمگیر نبود. او فقط چند موضوع اصلی توصیفی و ملاقات جالبش را با فالگیر به خاطر آورده بود. دوباره پرسیدم آیا حالا چیزی میبینی؟ بله جواهرات رنگارنگ در واقع نور هستند اما مثل جواهر میمونند. دیگه چی؟ مکس کرد و سپس نجوایش بلند و شمرده شد. من کلمات و افکار زیادی در این دور و بر پرواز می کنن. درباره همزیستی و هماهنگی تعادل چیزها میدانستم که استادان نزدیک او هستند او را وادار به ادامه کردم بله میخوام درباره این چیزا بدونم میتونی به من بگی؟ او پاسخ داد در این لحظه فقط کلماتن به یادش آوردم همزیستی و هماهنگی هنگامی که پاسخ داد صدای استاد شاعر بود برای دوباره شنیدن حرف هایش بیتاب بودم او پاسخ داد بله همه چیز باید در تعادل باشد. طبیعت در تعادل است. جانوران در هماهنگی زندگی می کنند. انسانها اعتدال را یاد نگرفتند. آنها به انهدام خودشان ادامه می دهند. نه هماهنگی در کار است و نه طرحی برای آنچه می کنند در طبیعت بسیار متفاوت است طبیعت متعادل است طبیعت انرژی و حیات است و تجدید حیات اما انسانها فقط نابود می کنند آنها طبیعت را نابود می کنند آنها انسانهای دیگر را نابود می کنند. نهایتا خودشان را نابود خواهند کرد. این پیشگویی نامیمونی بود با دنیایی که دائما در حال آشوب و بینظمی است امیدوار بودم به این زودی اتفاق نیفتد پرسیدم چه وقت اتفاق میافته؟ زودتر از آن زمانی که فکر میکنند اتفاق خواهد افتاد. طبیعت باقی خواهد ماند. گیاهان باقی خواهند ماند. اما ما باقی نمی مانیم. آیا می تونیم برای جلوگیری از نابودی کاری کنیم؟ نه. همه چیز باید به تعادل برسد آیا این نابودی در این دوره از زندگی ماست؟ آیا میتونیم اونو از سر بگذرونیم؟ این در دوره زندگی ما نخواهد بود ما در سطح دیگر و در بعد دیگر خواهیم بود ولی آن را خواهیم دید همچنان به دنبال راهی میگشتم، امکانی برای تخفیف و تسلی راهی وجود نداره که بشه به انسان یاد داد، این آموزش در سطح دیگری انجام خواهد شد و ما از آن خواهیم آموخت. جنبه های مثبتش را در نظر گرفتم. بنابراین روحهای ما، در مکان دیگه ای رشد می کنن؟ بله، همونطور که می دونیم مدت زیادی اینجا نمی مونیم. خواهیم دید. تصدیق کردم. بله، نیازی در من هست که دلم می خواد به انسانها یاد بدم. اما نمیدونم چطور به اونها دسترسی پیدا کنم. آیا راهی وجود داره یا اونها ناچارن خودشون یاد بگیرن؟ تو نمی توانی به همه دسترسی پیدا کنی. برای متوقف کردن نابودی باید به همه دسترسی داشت که تو نمی توانی. متوقف شدنی نیست. آنها یاد خواهند گرفت. وقتی پیشرفت کنند یاد خواهند گرفت. در آنجا صلح خواهد بود اما نه اینجا نه در این بود. پس سرانجام صلح میشه؟ بله. اما در سطح دیگری. مترس شدم. هرچند بعید به نظر میرسه. اما در این لحظه مردم چه حقیر دیده میشن؟ تما، تشنه قدرت، جاه طلب. اونها عشق و تفاهم و دانش رو فراموش کردن. چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیریم. آیا میتونم چیزی بنویسم که به مردم کمک کنه؟ آیا راهی هست؟ تو راه را میدانی. لازم نیست ما به تو بگوییم. هیچ فایده ای ندارد. چون همه ما به آن سطح خواهیم رسید و آنها خواهند دید. ما همه مانند یک دیگری. هیچ کس از دیگری بزرگتر نیست و همه اینها درس است و مجازات. این درس بسیار عمیقی بود و برای حزمش نیاز به زمان داشتم. کاترین ساکت شده بود. ما انتظار می کشیدیم. او در حال استراحت و من با حالتی اندیشناک غرق در بیانیه های هیجان یک ساعت گذشته. سرانجام او تلسم را شکست. به نجوا گفت جواهرات رفتن. جواهرات رفتن. نورها رفتن. صداها هم رفتن. کلمات بله هیچ چیز نمی بینم. در حال مکس سرش به حرکت درآمد. یک روح داره نگاه میکنه. به تو؟ بله. اون روح رو میشناسی؟ مطمئن نیستم. ممکنه ادوارد باشه. ادوارد سال گذشته مرده بود. او حقیقتا موجودی همواره حاضر بود. ظاهرا همیشه در اطراف کاترین بود. اون روح چه شکلیه؟ یک سفید مثل نورها صورت نداره صورتی مثل چیزی که ما فکر میکنیم نداره اما من میدونم خودشه. با تو ارتباط برقرار کرد؟ نه مراقب بود به چیزی که من می گفتم گوش می کرد به نجوا گفت بله اما حالا رفته فقط می خواست مطمئن بشه من حالم خوبه به یاد استوره مردمی فرشته نگهبان افتادم یقینا ادوارد چون روح مراقب و مهربانی بود که در اطراف او پرسه میزد تا اطمینان حاصل کند حال او خوب است توانسته به چنان نقش ملکوتی دست یابد و کاترین پیشتر درباره روحهای محافظ حرف زده بود با خود فکر کردم چه تعداد از افسانه های کودکی ما در واقع ریشه در گذشته هایی دارند که به ابهام به یاد می آوری. همچنین درباره سلسله مراتب ارواح به فکر افتادم. درباره آنها که فرشته نگهبان می شوند، آنها که استاد می شوند و آنها که جزو هیچ یک از این دو گروه نیستند و فقط یاد می گیرند. باید سلسله مراتبی بر مبنای عقل و دانش وجود داشته باشد که هدف نهاییش خداگونه شدن، رسیدن و غرق شدن در وجود خدا باشد. این همان هدفی است که عرفا در طول قرنها به رمز گفتند. آنها نیم نگاهی به چنین اجتماع الهی انداخته بودند. کم بوده چنین تجربیات شخصی داشتن وسیله حرکتی چون کاترین با توانایی های خارق الادش بهترین نما را فراهم ساخت. ادوارد رفته و کاترین ساکت شده بود. چهرش آرام بود و در صفا و آرامش غرق بود. عجب استعداد بینظیری داشت توانایی دیدن جهان ورای زندگی و ورای مرگ توانایی حرف زدن با خداگونه ها و سهیم شدن در خردشان ما داشتیم از سیب درخت دانش میخوردیم دیگر ممنوع نبود مینت مادر کارول در اثر ابتلا به سرطانی که از سینه شروع شده و به استخوانها و کبدش سرایت کرده بود در حال مرگ بود. روند بیماری ظرف چهار سال پیشرفت کرده و اکنون دیگر با شیمی درمانی کند نمیشد. او زن شجاعی بود که درد و ضعف را با خیشتنداری تحمل می کرد. اما بیماری شتاب گرفته بود و من میدانستم که مرگش نزدیک است همزمان با این رویداد جلساتم با کاترین ادامه داشت و من تجربیاتم را با مینت در میان میگذاشتم کمی متعجب می شدم که او به عنوان یک زن شاغل و امروزی با تیب خاطر این اطلاعات را می پذیرفت و دلش می خواست بیشتر بداند. کتابهایی به او دادم بخواند. و او مشتاقانه خواند. او ترتیب شرکت در یک دوره مطالعه کابالا متن عرفانی یهودی که قدمتی باستانی دارد را با من و کارول داد. بازگشت به جسم و سطوح میانی و برزخ جزو اصول اولیه متون کابالایی است. و با این حال بسیاری از یهودیان اصر جدید از این موضوع بیخبرند. همچنان که جسم مینت رو به زوال میگذاشت روح او قوی تر می شد. ترس از مرگ در او ناپدید شده بود. به فکر پیوستن دوباره به بن شوهر محبوبش افتاد. او به فنا بودن روحش ایمان آورد و همین تحمل درد را برایش آسان می کرد. او فقط به این دلیل به زندگی چسبیده بود تا شاهد تولد یک نوه دیگر، اولین نوزاد دختر دیگرش، دونا باشد. طی یکی از دوره های درمانیش در بیمارستان با کاترین آشنا شد. چشمها و کلماتشان با آرامش و اشتیاق در هم آمیخت. صداقت و صمیمیت کاترین مینت را متقاعد کرد که زندگی پس از مرگ بیشک حقیقت دارد مینت را یک هفته پیش از مرگش به بخش قدشناسی بیمارستان منتقل کردند کارول و من فرصت داشتیم وقتمان را با او بگذرانیم و درباره زندگی و مرگ و آنچه پس از مرگ انتظارمان را می کشد صحبت کنیم. او بانویی به قایت متشخص تصمیم گرفت در بیمارستان بمیرد که پرستارها از او مراقبت کنند و مزاحم کسی نباشد. دونا شوهرش و دختر شش هفته ایشان آمدند که نزد او بمانند و با او خداحافظی کنند ما تقریباً بیوقفه با او بودیم ساعت شش بعد از ظهر همان شبی که مینت مرد من و کارول که تازه از بیمارستان به خانه برگشته بودیم به طرز غریبی برای بازگشت به بیمارستان احساس اضطرار کردیم شش یا هفت ساعت بعد مملو از آرامش و انرژی متعالی معنوی بود. با آنکه تنفسش سنگین بود اما هیچ دردی نداشت. ما درباره انتقال او به مرحله میانی، نور درخشان و حضور روحانی حرف زدیم. او زندگیش را مرور کرد و در پذیرفتن نقاط منفی مقاومت می کرد. گویی می دانست که تا این روند به انجام نرسد نخواهد توانست برود. او برای مردن در انتظار ساعت بسیار خاصی در هنگام سحر بود. در انتظار رسیدن این زمان بیتاب شده بود. مینت اولین کسی بود که من با این روش به سوی گذر از مرگ هدایتش کردم. او قوی شده بود و تعلم ما از طریق مجموعه این تجربه تخفیف یافته بود. دریافتم که توانم در بهبود بیمارانم بسیار گسترش یافته است. نه فقط در خصوص بیماران مبتلا به ترس های موهوم و استراب. بلکه به ویژه در زمینه مشاوره برای مرگ و مردن یا اندو. با الهام در میافتم اشکال از کجاست و درمان به کدام سمت باید هدایت شود. همچنین میتوانستم احساس آرامش، سکون و امید را به دیگران منتقل کنم. پس از مرگ مینت بسیاری از کسانی که یا در حال مرگ بودند و یا از مرگ عزیزی در عذاب بودند برای دریافت کمک مراجعه می کردند. بسیاری از آنها آمادگی نداشتند چیزی درباره کاترین بدانند. یا از حقایق مربوط به مرگ و زندگی با خبر شوند. اما احساس می کردم حتی بدون افشای این دانش خاص هم می توانم پیام را منتقل کنم. لحن صدا و داشتنشان به درک این روند و همچنین درک ترسها و احساساتشان یک نگاه، یک نوازش یک کلمه هر کدام می توانست در سطح خاصی قرار بگیرد و بر سیم امید معنویت از یاد رفته سهیم بودن در انسانیت یا حتی بسیار بیش از آن زخمه بزند و برای آنها که آماده دریافت بیشتر بودند توصیه مطالعه کتاب‌های خاص و شرکت در تجربیات من با کاترین و دیگران مانند باز کردن پنجره به سوی نسیمی تازه بود. آنها که آماده بودند جان تازه‌ای می‌گرفتند. آنها حتی با سرعتی بیش از کاترین روشن بینی می من جدا معتقدم که درمانگران باید ذهن باز داشته باشند. به همان میزان که برای مستندسازی تجربه مرگ و مردن مانند کاترین کار علمی لازم است، کار تجربی و آزمایشگاهی هم در این زمینه ضروری است. درمانگران باید امکان وجود زندگی پس از مرگ را ملحوظ بدارند و آن را در مشاورات خود جای دهند. لازم نیست که به کمک هیپنوتیزم گذشته درمانی کنند. اما لازم است ذهن خود را باز نگه دارند، دانش خود را با بیمارشان قسمت کنند، و تجربیات بیمارانشان را دست کم نگیرند امروز مردم در وحشت خطراتی که زندگیشان را تهدید میکند از پا در میآیند آفت بیماری کشدار جمعی توسط سلاحهای ای، تروریسم جنگ و بسیاری فجایع دیگر مانند شمشیر داموکلس در بالای سرمان آویزان است و ما را شکنجه می کند. بسیاری از جوانان اعتقاد دارند که از سن 20 سالگی نخواهند گذشت. این دیگر خارق العاده است. باز تابیست از تنشهای های وحشتناکی که در جوامع ما وجود دارد. در محدوده شخصی واکنش مینت نسبت به پیام کاترین امیدوار کننده است. روح او تقویت شد و او امید را در چهره یک درد عظیم جسمانی و از محلال جسم احساس کرد. اما پیام مربوط به همه ماست نه فقط آنها که در حال مرگند برای ما هم امید هست ما برای گزارش کردن موارد کاترین ها به پزشکان و دانشمندان بیشتری نیاز داریم تا پیام های او را تعیید و جهانی کنند پاسخ در اینجاست ما فنا ناپذیریم ما همواره با هم خواهیم بود